بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. درباره خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی که مربوط به سال 1376 هست و جدیداً منتشر شده است صحبت می‌کردیم. اشاره کردم که نگاه بنده به این کتاب نگاه تاریخی نیست، هرچند از نظر تاریخی هم این خاطرات یک منبع بسیار مهم به حساب می آید، ولی دغدغه بنده در این کار دغدغه تاریخی نیست و انگیزه‌ای برای دنبال کردن مسائل تاریخی هم ندارم. دقیقه بنده مربوط می شود به کلیت نظام اسلامی، این که جمهوری اسلامی در تجربه 40 ساله خود با فراز و نشیب های زیادی که تاکنون پشت سر گذاشته است مورد آسیب شناسی قرار بگیرد و مشخص شود که حرکت ما در تشکیل این نظام و در تعیین ساختار آن با چه کمی‌ها و کاستی‌هایی مواجه بوده و چگونه می‌توانیم نظریه جمهوری اسلامی با توجه به مبانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتند رو بازسازی کنیم، تکمیل کنیم، نواقص و عیوبش رو برطرف کنیم. با توجه به اینکه ده‌ها سال هست که در زمینه مسائل فقه سیاسی و به صورت خاص حکومت اسلامی مشغول مطالعه هستم، به هر حال به این نتیجه رسیدم که مباحث فقه سیاسی و مبانی حکومت اسلامی رو بدون توجه به نوع ساختاری که برای نظام اسلامی تعریف میکنیم نمیتوانیم به نتیجه برسانیم، چرا که ما هرچه در بحث از مبانی بتوانیم به شکل منطقی و اصولی از فقه اسلامی دفاع بکنیم و از نظریه حکومت اسلامی دفاع بکنیم، ولی در صورتی که این حکومت دارای یک نظام و سازمان و تشکیلات کارآمد نباشه، اون مبنای فقهی به نتیجه نمیرسد و غیر قابل دفاع خواهد بود. به همین دلیل هست که من معتقدم بسیاری از اشکالات و ایرادات و اعتراضاتی که به حکومت اسلامی به صورت کلی یا به جمهوری اسلامی به صورت خاص می شود، هرچند ظاهری تئوریک و نظری داره، ولی در واقع اشکال متوجه مبانی و اصول نیست، اشکال متوجه سازمانی از حکومت هست که ما طراحی کرده ایم و این طراحی ما در سازمان حکومت باید مورد بازبینی قرار بگیره و چون بین این سازمان و ساختار با اون مبانی تفکیک نمیشه، لذا عیب‌ها و ایرادها از ساختار به اصل نظام و بلکه بالاتر به مبانی فقهی اون سرایت می کنند. من با این مباحث در صدد اون هستم که جلوی این خلط مبحث رو بگیرم و نشان بدهم که حداقل بخش مهمی از مشکلات ما مربوط به طراحی است که ما در این سازمان حکومت داریم. حالا ممکنه بخشیش مربوط باشه به نوع طراحی که در قانون اساسی صورت گرفته یا برخی از رویه هایی که ما
ما در جمهوری اسلامی داشته ایم و داریم. به هر تقدیر نگاه چنین نگاه آسیب شناسانه است که هم مبانی نظام رو از یک سو تقویت می کند و از سوی دیگر عیبها و ایرادات رو هم منصفانه می پذیره و در صدد رفع اونها برمیاد. دیروز یکی از این مشکلات رو مطرح کردیم در جلسه گذشته و اما امروز یکی دیگر از این مسائل رو که در لابلای خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی خودش رو نشان میدهد رو صحبت میکنیم و اون مسئله نیروهای خودسر و حرکات و اقداماتی است که این نیروها انجام میدهند. البته این مشکل اختصاص به دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی نداره. از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت‌های خودسرانه آغاز شد و کم و بیش ادامه پیدا کرد، ولی در یکی دو سال آخر دولت آقای هاشمی به دلایل مختلف که برخی از اونها رو اشاره خواهم کرد، جریاناتی تحت عنوان حزب الله شکل گرفت که در موارد مختلف ورود پیدا میکرد، اقداماتی رو انجام میدادن، حرکتهای خودسرانه ای از قبیل به هم زدن برخی از اجتماعات و یا برخی از مراکز فرهنگی مثل کتاب فروشی ها آتش زدنش. و این جریان البته بعد از این دوره، یعنی دوره آقای هاشمی، در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی قوت پیدا کرد و گسترش پیدا کرد و اقدامات آنها بیشتر شد تا اینکه دست به ترور هم زدن و یکی از اعضای شورای شهر رو ترور کردن. حالا ما در اینجا مواجه با این مسئله هستیم. یکی این که اساساً در نظام ما چیزی به عنوان جریانات خودسر و اقدامات خودسرانه وجود داشته که این کم و بیش غیر قابل انکار هست. نکته دومی که باید درباره او بحث بکنیم کنکاش از این نکته است که آیا این حرکات جنبه طبیعی داره؟ این اقدامات قابل قبول و قابل توجیه هست و پایه و اساس این اقدامات چیه؟ ریشه این مسائل در کجاست؟ آیا در سیستم ما، در سازمان حکومتی ما عیب و ایراد و مشکلی وجود داره که موجب این گونه حرکات خودسرانه در برخی از افراد یا در برخی از نهادها میشه یا نه؟ بیشتر نظر بنده روی همین سوال دوم متمرکز میشه، یعنی تحلیل این که اقدامات خودسرانه آیا با این ساختار حکومتی که ما طراحی کردیم و در این سازمان حکومتی که بالفعل داریم آیا ریشه در این ساختار حکومت داره یا یک امر عارضی هستش و ربطی به نظام ما در واقع پیدا نمی کنه. با توجه به اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردم، بیشتر بحث ما شناخت نظام هستش و اینکه این مشکلات در کجای نظام پیدا شده و اتفاق افتاده هست. حالا یه مقداری من مقدمات اصل این جریان رو برای وقوف به اینکه مشکل چگونه بوده و چه اتفاقاتی افتاده رو من اشاره می کنم. از مجموع خاطرات جناب آقای هاشمی این طور استفاده می شود که از سال 72
چهار، این جریان شکل گرفته، یعنی قدرت پیدا کرده، فعالیتش نسبت به سالهای قبل بیشتر شده، هرچند پیش از اون هم کم و بیش وجود داشته و حضور خودش رو نشان میداده، که من برخی از نمونه ها رو از سالهای پیش از اون هم اشاره خواهم کرد. ولی در اینجا در خاطرات سال 74، خب یه مقدار نسبت به اصل قضیه مواردی رو میشه پیدا کرد و دید. مثلا در 14 شهریور ایشان اینطور نوشتند: به دفتر رفتم، مدیران صدا و سیما آمدند، آقای علی لاریجانی گزارش کرد که رئیس صدا و سیما بودند، من هم صحبت مفصلی کردم. بعد از جلسه از تصمیم حزب الله، حالا جلسه به پایان رسیده، مسئولینی که بودند با ایشان ملاقات و جلسه خصوصی تری رو ترتیب دادند و اونجا این موضوع مطرح شده. بعد از جلسه از تصمیم حزب الله برای تظاهرات در مقابل صدا و سیما در اعتراض به برنامه های ساعت خوش و غیره شکایت نمودند. این اشاره به این هستش که برنامه‌ای در تلویزیون که یک مجموعه طنز بوده به عنوان ساعت خوش و آقای مهران مدیری اون رو اجرا می کردند مورد اعتراض حزب الله قرار داشته و جریان حزب الله تصمیم می گیرند که در مقابل صدا و سیما به عنوان اعتراض به برنامه آقای مهران مدیری تجمع بکنند. خب ایشان یعنی آقای هاشمی به وزیر کشور خودشون یعنی آقای بشارتی دستور میدن که اجازه تظاهرات ندهند. یه جمله رو هم ایشان آقای هاشمی در اینجا اضافه کرده اند و اون این هست که نوشته اند: به آقای بشارتی گفتم اجازه تظاهرات ندهد، به رهبری برخورد دارد، چون صدا و سیما جزء نهادهای زیر مجموعه نهادهای مربوط به رهبری هستش، لذا مخالفت کردن و معارضه کردن با برنامه های صدا و سیما که زیر نظر رهبری هستش به نحو غیر مستقیمی برخورد با رهبری هم پیدا میکنه. شاید تأکید روی این مسئله به عنوان یک توجیهی باشه تا اینکه وزارت کشور در مقابل فشارهایی که وجود داره و افراد و نیروهایی که اصرار دارند بر اینکه این گونه از جلسات و تظاهرات و مراسمات و اعتراضات شکل بگیره، ایشان خواستند با این تعبیر اونها رو اصلاح بکنند که نه، این به نوعی تعریض نسبت به رهبری هستش و جلوی این کار گرفته بشه. باز در همین جلد در 22 مهر ماه هست که آقای علی محمد بشارتی وزیر کشور اجازه گرفت که مانع تحرکات بی اجازه حزب اللهی ها در اماکن عمومی و دفاتر شود. اخیراً حرکات مزاحم دارند. این تعبیری است که ایشان دارند که از طریق وزیر کشور میخوان محدودیتی ایجاد کنند و جلوی حرکات حزب اللهی ها رو و به تعبیر ایشان حرکات مزاحم رو بگیرند. تحت عنوان انجام امر به معروف و نهی از منکر و وصیت‌نامه حضرت امام اقدامات مختلفی می‌کردن، البته فقط تجمع نبود، فقط شعار دادن نبودش،
فقط اعلام موضع و مخالفت نبود، بلکه بالاتر از آن اقداماتی مثل آتش زدن کتاب فروشی مرغ آمین در خیابان کریم خان زند، حمله کردن به سینمای قدس به دلیل نشان دادن فیلم تحفه ارز کنم که هند و شکستن شیشه های سینما، چند مرحله به هم زدن سخنرانی های دکتر سروش در دانشگاه، به خصوص در دانشکده فنی دانشگاه تهران و مسائل دیگری از این قبیل که فراوان اتفاق می افتاده و آقای هاشمی از وزیر کشور خواستند که با این مسائل مقابله کنند و جلوی این اقدامات رو بگیرند. یکی از این مواردی که اتفاق افتاده و در این کتاب هست، قضایایی است که مربوط به فائزه هاشمی است و اقداماتی که علیه ایشان به همین عنوان تحت عنوان حزب الله صورت می گرفته. یکی از این نمونه ها رو که عوارضی و عکس العمل های زیادتری رو داشته من برای شما میگم. در شنبه 12 خرداد 75 اینطور نوشتند: از خبر آوردند که جمعی از افراد به نام حزب الله شمران به عنوان اعلان موضع مخالفت به دفتر فائزه نزدیک می شوند. از وزارت کشور توضیح خواستم، گفتند مانع نزدیک شدن شده اند و چند نفر از آنها را برای بازجویی به پاسگاه برده اند. عفت هم به محل رفته است و از آنچه دیده سخت عصبانی است. در جلسه شورای عالی امنیت ملی با مطرح شدن افراد حزب اللهی ها در پارک چیتگر به وزارت کشور ابلاغ شد که به طور کلی مانع هر نوع قانون شکنی از این نوع بشوند. خب یه مورد اون تجمع به عنوان حزب الله شمران در مقابل دفتر فائزه است، یه مورد دیگر هم که اشاره شده مسئله برخوردی است که در پارک چیتگر توسط این افراد و با این عنوان صورت گرفته. ولی باز اون راهی رو که در اختیار رئیس جمهور هست و امکانی که برای جناب آقای هاشمی هست و اینجا هم نوشتن، همین هست که به وزارت کشور بگن که مانع قانون شکنی بشوند. البته در ذیلش اضافه کردن که عفت هم که رفته بود و دیده بود معتقد از پلیس خوب عمل نکرده و برخورد قاطع نداشته است. اون چه که در اختیار رئیس جمهور هست همین وزارت کشور هست و وزارت کشور هم از طریق پلیس و نیروی انتظامی باید اقدام بکنه. ولی آیا این اقدام به جا و به موقع و به اندازه بوده یا نه و می توانسته جلوی این تحرکات رو کاملا بگیره یا نه، این مسئله ایست که من در ادامه به او اشاره خواهم کرد و جنبه های مختلفش رو عرض خواهم کرد. به هر حال این یک نمونه است، ولی این اختصاص به این افراد هم نداره. حتی کسی مانند وزیر ارشاد که در اون زمان وزیر ارشاد، یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای مصطفی میرسلیم هستش. پیش از این هست که اساسا جریان اصلاح طلبی به این شکل مطرح بشه و وزارت فرهنگ و ارشاد در اختیار اونها باشه و عنصری است که گرایشات اصولگرایانه داره و با جریان راست از نظر سیاسی همراهی میکنه و به هر حال وزیر ارشاد هست. در 29 خرداد 75 هستش که ایشان میاد پیش آقای هاشمی برای برنامه دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد و از ایذای و از مزاحمت‌های حزب الله گله کرد. یعنی جریانات مختلف در جامعه، چه جریانات فرهنگی چه جریانات اجتماعی و سیاسی، با گرایشات مختلف
از اینکه چنین مزاحمت هایی توسط گروهی به عنوان حزب الله هست اینها گلایه دارند. اصل این ماجرا قابل انکار نیست و عوارض و مواردش رو هم فراوان دیده میشه که حالا اشاره کردم پیش از اون هم البته سابقه داشته، در سالهای قبل هم بوده ولی کمتر بوده و موارد خاصی اتفاق می افتاده. در سال 75 اگر زمینه های بحث رو بخوایم دنبال بکنیم و پیشینه قضیه رو من خواهم اشاره بکنم، خب چند مورد هست که مربوط میشه به برخورد با دکتر سروش. در اونجا هست که 14 تیر 71 نوشتن شب با رهبری جلسه داشتم درباره حمله جراید به دکتر سروش مذاکره و تصمیم گیری شد. خب اینها به عنوان زمین سازی برای حملات فیزیکی هم به حساب میاد، چون مسئله نقد نیست، حمله است. باز در همونجا بعد از گذشت 2 هفته اول تیر ماه دارن که آقای عبدالکریم سروش آمد و از حملات روزنامه کیهان و بعضی دیگر از مقدسین شکایت کردش. بعد ادامه پیدا میکنه در باز 2 هفته بعد همینطور اینها مسلسلوار 11 مرداد آقای هاشمی نوشتن شام مهمان رهبری بودیم درباره ریاست بنیاد شهید و و و و عبدالکریم سروش مذاکره کردیم. مسائل مختلفی رو که پیش می آمده خب ایشون در ملاقات‌های مرتب هفتگی با رهبری در میان می گذاشتن و یکی از محورهایی که وجود داره و من حالا بیشتر از این هم البته مواردش رو اشاره خواهم کرد همین اقداماتی است که به عنوان نیروهای حزب اللهی در جاهای مختلف انجام می‌دادند. این موارد رو اگر ما بخواهیم مطالعه بکنیم و ارتباط این مسائل رو، یعنی اقدامات خودسرانه به عنوان حزب اللهی ها رو یا غیر این عنوان رو بررسی بکنیم، به طور کلی به نظر بنده این اقدامات رو میتونیم در چند دسته تقسیم بکنیم. اقدامات خودسرانه رو قسم اول اقدامات خودسرانه است که افراد حزب اللهی بیرون از نظام انجام میدند، به انگیزه و با هدف تقویت اسلام، حمایت از نظام میان و اقداماتی رو انجام میدن تا جلوی یک انحراف رو با اعتقاد و تصور خودشون بگیرن. ولی این اقدامات که خلاف قوانین و مقررات هست مورد حمایت قرار می گیرد. این یک قسم حمایت در نظام. نوع دوم اقدامات خودسرانه است که در نهادهای داخل نظام انجام می گیره. در این حال خودسرانه است، یعنی مجوز لازم از مقامات بالا دست رو نداره. این دو ردیف. و نوع سوم اقدامات خودسرانه است که در داخل نظام اتفاق میفته و کاملا سازمان یافته و تشکیلاتی و رسمی هم هست. این سه نوع. در واقع من در توضیح خودم نسبت به این اقسام سگانه میخوام عرض بکنم که چگونه حرکات خودسرانه این نیروها با نظام ارتباط پیدا میکنه. این ارتباط به یکی از این اشکال سگانه استش. حالا با مثال ها و به خصوص با توجه به خاطرات من این موارد رو توضیح میدم. اما اون قسم اول که نیروهایی از بیرون اقداماتی رو انجام میدن اما در این حال از نظام هم و شخصیت‌های معتبر نظام مورد حمایت قرار می‌گیرند. یکی از این موارد قابل
توجه مسئله آتش زدن یک کتاب فروشی هستش که البته انعکاس زیادی هم پیدا میکنه. به اصطلاح نیروهای حزب اللهی حرکت میکنن در همون سال 74 که اشاره کردم در شهریور ماه، میان یک کتاب فروشی به نام مرغ آمین رو آتش میزنن و اعتراض گروه حزب الله به این بوده که این کتاب فروشی یک رمانی رو به نام و خدایان دوشنبه ها میخندند نوشته یکی از نویسندگان رو منتشر کرده، که البته در این رمان که ماجرای سه رفیق رو از کودکی بازگو میکنه و سرنوشت اونها رو تبیین میکنه، یکی از اونها کودکی است که در دوران طفولیت و بچگی خودش و خردسالی دارای انحرافاتی است، ولی بعد که بزرگ میشه به هر حال تغییر پیدا میکنه و بسیجی میشه و اعتراض انصار حزب الله این هست که این کتاب به بسیجیان اهانت کرده و کتاب فروشی رو آتش میزنن. خب این یه اقدام، ممکنه که ما این اقدام رو یک اقدام خودسرانه بدون اینکه هیچ سازماندهی در حکومت برای آن صورت گرفته باشه تلقی بکنیم. ما از اینکه پشت پرده این اقدام چیه هیچ اطلاعی نداریم و هیچ داوری هم در این زمینه نمی کنیم. میتونیم بگیم یک اقدام خودسرانه است که از هیچ کجا حمایت هدایت نشده و تصمیم گیری داخل نظام نسبت به او وجود نداشته. ولی اون چه که شگفت‌آور هست این هستش که آیت الله جنتی در خطبه نماز جمعه رسما از آتش زدن کتاب فروشی حمایت میکنه و او رو در راستای اجرای امر معروف و نهی از منکر می ستاید. این حمایت دیگه به چه معنا هستش؟ یک فردی که در جایگاه خطیب نماز جمعه هست، یه فردی که مسئولیت های زیادی در کشور داره، از سازمان تبلیغات، از شورای عالی تبلیغات اسلامی، از ستاد امر معروف و نهی از منکر و مهمتر از همه اینها مسئولیتی که در شورای نگهبان داره و به عنوان یک فقیه هستش. خب این تأیید و این حمایت خیلی معنادار هستش و میتونه معنادار باشه. این یک معنا نسبت به گذشته میتونه داشته باشه و یک معنا نسبت به آینده. اگر نسبت به گذشته معنای این حمایت این نباشه که این اقدام رو با نظر ما و با موافقت ما انجام دادن، اگر این رو ما نپذیریم، اما نسبت به آیندهش دیگه تردیدی وجود نداره که این حمایت یک تشویق هستش. این یک خط دادن به نیروهای حزب اللهی در جامعه هستش که باید اینجوری کار کرد، باید اینجوری اقدام کرد، باید اینجوری بیایید، و این یه پیامی برای اونا داره که شما مورد حمایت ما هستید، یه پیامی هم برای نهادهای مختلف در حکومت داره، وزارت کشور، نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی، که شما حق ندارید به کسانی که کتاب فروشی رو آتش زدن نزدیک بشید و اینا مورد حمایت ما هستند و زیر عبای ما قرار دارند. این حمایت، حمایت از یک فرد خاطی، اون هم در نماز جمعه و تکبیر گرفتن از مردم و شعار گرفتن از مردم، از جنبه‌های مختلف دارای پیام‌های مختلفی است و از اون جمله پیام به این گونه از ناشران و نویسندگان هم هست که اگر شما هم خطا بکنید نیروهای ما به سراغتون میان و بیرحمانه با شما برخورد خواهند کرد و این برخورد فقط در حد خطای شما هم نخواهد بود، اصل کتاب فروشی شما رو، سرمایه شما رو نابود خواهند کرد و یا اقدامات بالاتر و بالاتر. توی این شرایط که خب آقای هاشمی رئیس جمهور هست، مسئولیت اداره کشور با او هستش،
ایشون نمیتونه این مسائل رو ببینه و سکوت بکنه. در خاطرات یک شنبه 5 شهریور شب آیت الله خامنه ای مهمانم بودند، امروز از مشهد با قطار مراجعت کرده اند، با قطار هم رفته بودند، 25 روز آنجا بودند و خیلی هم راضی اند. حالا بعد از اینکه این مسائل رو مطرح کرده اند که چون فصل تابستان بوده و رهبری در مشهد بودند، بعد به اینجا میرسه در مورد اظهارات آقای احمد جنتی که آتش زدن کتابخانه ای را تأیید کرده بودند، هر دو اتفاق نظر داشتیم که مضر است و باید به نحوی جبران شود. خب اینجا مسئله مطرح میشه با رهبری و ایشون هم همین موضع رو دارن که این کار مضر هستش و باید جبران صورت بگیره تا جلوی اون تأویل ها و تفسیر ها که من اشاره کردم و حمایتی رو که ممکن افراد روش حساب بکنن جلوی این گرفته بشه. ولی در اینجا معمولا مشکلی که وجود داره این هستش که انتقاد نسبت به این گونه اقدامات خودسرانه غالبا انتقاداتی است که در مجالس خصوصی صورت میگیره، نه در مجالس علنی. و در جلسات علنی وقتی این انتقادات مطرح میشه بسیار بسیار ضعیف و رقیق میشه، به نحوی که انگار خود مخاطب متوجه میشه کاری که انجام داده خیلی هم کار بدی نبوده. درسته که از جهتی بد بوده، اما از جهاتی هم خوب بوده و چه بسا اساساً این کار مورد تأیید هست، ولی کسانی که تأیید میکنن نمیتوانن تأیید واقعی خودشون رو اظهار بکنن، محظوراتی دارن و الا واقعا کار خوبی بوده. یعنی لحن یه لحنی نیست که کاملا تخطئه صورت بگیره و جرم به حساب بیادش و این افراد دیگه جرأت برای تکرار این اعمال رو نداشته باشن، یا در گوششون گفته میشه که اصلا بازتاب نداشته باشه، یا اگر علنی هم تخطئه میشه این تخطئه‌ای که بتواند ریشه فساد رو در بیاورد در اون حد تلقی نمیشه و برداشت از اون صورت نمیگیره. این یه مشکل، یه سری اقدامات مورد حمایت قرار میگیره. ما از این نوع اقدامات خودسرانه که مورد حمایت قرار گرفته باشه طی سالهای مختلف کم نداشتیم. البته چون تا سال 76 فعلا این خاطرات هست و سال 77-78 سالهای دوره دولت اصلاحات این مسائل شدت پیدا کرده، خب قهرن فعلا دسترسی به خاطرات برای اون موارد نیست که ببینیم آقای هاشمی چه فرمودن و چه کرده اند. ولی همین مقدار هم در اینجا میتونه بسیاری از مسائل رو برای ما روشن بکنه. ولی قسم دوم از اقدامات خودسرانه، اقدامات خودسرانه است که در داخل نظام و توسط نهادهای مربوط به خود نظام صورت میگیره، نه توسط اشخاص بیرونی که قابل توجیه باشه در داخل نظام. ولی گفته میشه که این اقداماتی هستش که بدون اجازه مسئولین اصلی نظام بوده و لذا به نوعی خودسرانه هستش. یکی از حوادث تأسف باری که در سال 75 اتفاق افتاد قضیه یک کشتی است که حرکت میکنه و مواد منفجره رو به طرف اروپا میبره و بعد مشخص میشه که این بار کشتی چیست. در شنبه 25 فروردین 75 اونجا هست که آقای هاشمی نوشتن آقای مصطفی پور محمدی معاون وزیر اطلاعات آمد. آقای پور محمدی که بعدن هم در دولت آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود و اون موقع معاون وزیر اطلاعات بودن.
در اینجا دارن که آقای مصطفی پور محمدی معاون وزیر اطلاعات آمد در مورد ارسال مواد منفجره در کشتی ایران کلاه دوز توسط افرادی بدون کسب مجوز گزارش داد. حالا حرکات خودسرانه ای رو که ما بیرون می دیدیم قبلا باهاش کم و بیش مصادیقش رو می شناختیم، این بود که افرادی برن تو خیابان شعار بدن، جلسه ای رو به هم بزنن، حتی آتش بزنن جایی رو، برخورد فیزیکی ایجاد بکنن. همه اینها رو می شنیدیم، می دیدیم و کم و بیش باهاش آشنا بودیم. ولی اینجا یک اقدام دیگری هست و اون اینه که در وزارت اطلاعات افرادی هستند از چنین قدرتی برخوردار هستند که می توانند چنین اقداماتی رو بدون مجوزهای بالایی انجام بدن. حالا در ادامه در شنبه 29 اردیبهشت یه مقدار توضیحات بیشتری در این مورد هست و برخوردی که صدر اعظم آلمان آقای کول داشته و پیام‌هایی که آمده، که آقای هاشمی اشاره می‌کنند به اینکه در شورای عالی امنیت ملی جلسه داشتیم در مورد نامه آقای هلموت کوه صدر اعظم آلمان و سایر پیام‌ها در این خصوص و آثار سوء کشف مواد منفجره در کشتی ایران کلاه دوز و لزوم مجازات عاملین آن و کیفیت جواب به کوه و نصیحت به حزب الله لبنان برای خودداری از اعمال خشونت در این مقطع بحث و تصمیم گیری صورت گرفت. خود این ماجرا البته یک ماجرای مهمی هست چون تأثیراتش بر کشور ما و بر روابط بین الملل ما بسیار زیاد بوده و اصل قضیه این هست که در اسفند 74 یک کشتی ایرانی به نام ایران کلاه دوز باری رو به مقصد مونیخ حرکت میده و بعد وقتی که در بلژیک توسط نیروهای پلیس مورد بازبینی قرار میگیره خمپاره اندازهای قوی در او کشف میشه و آلمان در اینجا موضع گیری میکنه و اعتراض میکنه. به هر تقدیر این مسئله دنبال میشه و منجر به این میشه که احضاریه‌ای برای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بفرستن. سفیر ما از آلمان به ایران میاد و با رئیس جمهور صحبت میکنه و رئیس جمهور میگه که ما این مسئله رو باید پیگیری بکنیم. بعدها آقای هاشمی در سالهای پایانی در یک مصاحبه‌ای که با آقای صادق زیبا کلام داشتن اونجا این مطلب رو دارن که موشک‌هایی رو بدون اطلاع من برای زدن منافقین به اروپا فرستادن و ما موضوع رو پیگیری کردیم و اونها رو تنبیه کردم و اشاره میکنن که این قضیه مربوط به سعید امامی بوده که او رو محاکمه اداری کردیم و به عنوان متخلف از معاونت او رو برداشتیم و در مشاورت گذاشتیم برای اینکه این کار رو بدون اجازه انجام داده. حالا درباره این که واقعا کسانی مانند سعید امامی برای چنین کارهای مهم و سنگین در حد اینکه خمپاره‌هایی رو از ایران با کشتی حمل بکنند و ببرند، آیا یک شخص در اینجا تصمیم گیرنده بوده؟ آیا بر حسب تشخیص شخصی خودش اقدام کرده؟ یا کسی که این کار رو انجام میده باید مجموعی از علل و عوامل رو با همراه خودش داشته باشه و همراه کرده باشه و اقدام بکنه؟ اینها مباحثی است که خارج از بحث ماست. به علاوه این که یک کسی رو که معاون وزیر هست در این حد میتونه خودش اقدامی رو انجام بده و بعد وزیر رو بگیم نه تو هیچ مسئولیتی نداری، این هم قابل تأمل هستش. به علاوه مجازات یک کسی که چنین کار وحشتناکی رو انجام میده فقط تنزل باشه از نظر اداری که او قبلا معاونت داشته، حالا به سمت مشاورت
درجه او و سمت اداری او تقلیل پیدا کنه، آیا واقعا این یک مجازات، این یک کیفر هستش؟ اینا همه نشان دهنده این هستش که در سیستم ما یک مشکلی در اینجا وجود داره. این مشکل رو باید پیدا کردش و برای علاجش فکری و چاره ای داشت که ریشه مسائل ما از کجا هستش. در اینجا بد نیست من اشاره بکنم که در ادامه هم آقای هاشمی در 24 تیر ماه همونجا باز دارن، آقای فلاحیان وزیر اطلاعات آمد و درباره تنبیه مأموران متخلف که در اروپا خودسر دست به کار غیرقانونی زده اند در موضوع رضا مظلومان و بردن مواد به آلمان صحبت شد. این تعبیر خودسری رو که ما برای چند نفر جوانی که حالا چه بسا انگیزه هاشون هم انگیزه های خوبی هستش، میرن فریادی میزنن، یک تظاهراتی میکنن یا اجتماعاتی رو به هم میزنن، اینا رو ما فقط خودسر میدانیم، ولی خاطرات آقای هاشمی نشان میده که این بیماری، این غده سرطانی، این یک بیماری بیرونی که در میان مردم و برخی از نیروها باشه نیست. مسئله بالاتر از این هستش. در مهمترین و حساسترین نهاد که وزارت اطلاعات باشه، اونم در رده های بسیار بالا، این تعبیر رو آقای هاشمی داره که ایران خودسرانه مواد منفجره رو به آلمان هم کرده اند و وزیر اطلاعات آمده صحبت کرده و البته وزیر اطلاعات هم هیچ گونه برخوردی باهاش صورت نمیگیره و در پست وزارتی خودش باقی میمانه و کار خودش رو انجام میده. در همین مقطع هست که نام آقای مهندس موسوی در خاطرات آقای هاشمی دیده میشه. خب این خاطرات رو وقتی ما مطالعه میکنیم، در همون سالها که 25 سال حالا ازش گذشته، آقای مهندس موسوی موارد اندکی رو ملاقات با آقای هاشمی دارن، ولی یکی از همون موارد اندک وقتی است که این اتفاقها میفته و ایشون احساس وظیفه میکنه که مسئله رو باید با آقای هاشمی به صورت جدیتر مطرح کرد. لذا در دو سه روز بعد 26 تیر ماه 75 آقای هاشمی دارن که آقای مهندس موسوی آمد. اون موقع البته ایشان عنوان و سمت مشاور سیاسی هم داشتن و از عملیات غیرقانونی وزارت اطلاعات در اروپا با توجه به خطرات احتمالی اظهار نگرانی کرد و خواستار تنبیه آنها شد. یکی از حساسیت هایی که آقای مهندس موسوی نشون میده، حساسیت نسبت به این موضوع هستش و این که باید این غده رو بیرون آورد با تنبیه کردن و با مجازات کردن کسانی که در این مسئله دست داشتن. خب این مرحله دوم، یعنی اقدامات خودسرانه ای که منشأش اساسا در خود نظام هستش نه در بیرون نظام، ولی توجیه میشه که اینها بدون اجازه بوده و از این جهت خودسرانه است. این هم یک مرحله. ولی نوع سومی هم از اقدامات خودسرانه هست که دیگه اینها اقدامات خودسرانه مخفی نیست، اقدامات خودسرانه ای نیست که دور از چشم مسئولین انجام بگیرد، نه، در مقابل چشم بالاترین مقامات صورت میگیره و همه در جریان هستند، اما در عین حال تلقی این هستش که، یعنی گفته میشه که اینها خودسرانه هستش و در نتیجه اعتنایی و توجهی به اونها نمیشه. در واقع این اقدامات خودسرانه برخلاف نوع دوم، افرادی که درش حضور دارند که نهادهایی هستند و این نهادها مورد حمایت هستند، تلقیشون این هستش که این اقدامات برای نظام لازمه و مورد حمایت نظام هستش و اگرچه به ما نگفتند ولی نیازی نیست که اونها بگویند، ما وظیفه خودمون رو تشخیص میدیم و کار خودمون رو انجام میدیم و کسی هم مقابله با اونها نداره. حالا با این مقدمات که درباره اون دو قسم عرض کردم به این قسم سوم میرسیم.
ماجرایی که در سال 76 هست و دیروز هم اشاره کردم یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار قضیه سخنرانی 13 رجبی است که از آقای منتظری در قم اتفاق میفته. انتقادهای شدیدی رو ایشون مطرح میکنن. بعد از این سخنرانی عکس العمل‌های زیادی وجود داره. در یک شنبه 25 آبان اشاره ای دارن و که گزارش سخنرانی آیت الله منتظری در روز جمعه را دیدم که با صراحت و به تندی علیه آیت الله خامنه ای صحبت کرده و از نداشتن صلاحیت مرجعیت و بلکه رهبری و دخالت در امور اجرایی و توسعه تشکیلات پرخرج و فشار روی مخالفان گفته است. روز جمعه 23 آبان هست که مصادف با ولادت امیرالمؤمنین و 13 رجب هستش. عده‌ای از مردم نجف آباد به دیدار آقای منتظری میرن و ایشون هم این سخنرانی رو میکنن روز جمعه و یک شنبه در خاطرات منعکس میشه و دو شنبه و سه شنبه هم در محافل مختلفی که چه باید کرد در این زمینه تا اینکه به هر حال روز چهار شنبه یعنی بعد از گذشته چهار روز پنج روز تجمع بزرگی در قم هستش در مسجد اعظم. به هر حال اجتماع عظیمی هستش و در این اجتماع آیت الله جوادی آملی سخنرانی میکنه و بعد جمعیت از اونجا از مسجد اعظم حرکت میکنن به عنوان اعتراض میان به طرف حسینیه و منزل آقای منتظری و شعارهایی رو میدن و همینطور نسبت به آقای آذری که او هم چنین مواضعی رو در همون ایام کم و بیش اعتراض داشته. اینا میگذره، حالا بحث فعلا در این قسمت ها نیست. عصر آقای این جمله آقای هاشمی است. عصر دکتر روحانی آمد. خب اون موقع آقای دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است و این مسائل در اونجا مورد بحث قرار میگیره که ما نسبت به آقای منتظری چه سیاستی رو باید داشته باشیم و چه اقداماتی رو باید اجازه بدهیم. آقای روحانی آمد و گفت در دبیرخانه شورای امنیت ملی در حد اجتماع و تظاهرات مردمی مورد تأیید بوده. خب ولی با تصرف دفتر و تعرض به آنها موافقت نشده. این اشاره به این نکته است که بعد از اینکه مراسم در مسجد اعظم انجام گرفت و مردم و حضار به طرف منزل ایشان آمدن، همونطور که خود آقای هاشمی هم اینجا هست، آمدن و به دفتر آیت الله منتظری و حسینیه حمله کردن و حسینیه و دفتر رو اشغال کردن و گرفتند و تعبیر ایشان این هستش که بعد از سخنرانی مردم به دفتر آیت الله منتظری حمله کرده و حسینیه و دفتر رو تصرف نمودن و شعارهای تند و موهنی هم میدادن. حالا آقای روحانی داره میگه که در شورای امنیت ملی در حد اجتماع و تظاهرات مردمی دبیرخانه شورای امنیت ملی تأیید کرده بوده ولی با تصرف دفتر و تعرض، یعنی تصرف دفتر آقای منتظری و تعرض به مراکز آنها و دخالت سپاه موافقت نشده، که خب این متضمن این هستش که در این زمینه سپاه وارد عمل شده و دخالت کرده. یعنی فقط این نیستش که یک اجتماع مردمی بوده و مردم آمدن اونجا و تظاهرات کردن یا بعدن روی عصبانیت ریختن و دفتر رو هم گرفتن. دبیر شورای امنیت ملی داره میگه که دخالت سپاه در کار بوده و ما چنین چیزی رو موافقت نکرده بودیم. آقای هاشمی این مطلب رو اضافه میکنه، حالا خیلی روشن نیست، شاید به نقل از آقای دکتر روحانی هم باشه. گویا از سپاه اصفهان و تهران برای اقدامات رفته اند، یعنی این اقداماتی که کردن و با آمادگی آمدن برای گرفتن حسینیه و دفتر، گویا از سپاه اصفهان و تهران برای اقدامات رفتن.
دفتر رهبری، و دفتر رهبری میگوید به آنها ربطی ندارد. خب اونها هم خودشون رو کنار کشیدن. در ادامه اون وقتی که دو تا نقل هست که نقل های مهمی هست و قابل توجهی است، بعد ادامه داره که با آقای حسن روحانی درباره نحوه راه اندازی ساختمان جدید مرکز تحقیقات استراتژیک صحبت کردیم. دکتر روحانی گفت که سردار عزیز جعفری از کادرهای مرکز سپاه جریانات اطراف خانه آقای منتظری را اداره کرده است. اصل ماجرا و قصه ای که در قم اتفاق افتاد که دو مرحله داره، مرحله اول سخنرانی به عنوان اعتراض هستش و حضور مردم و شعارهایی که علیه آقای منتظری دادن، و مرحله دوم اقدامات عملی است که در حمله به دفتر و حسینیه هستش. دکتر روحانی میگه سردار عزیز جعفری از کادرهای مرکز سپاه اداره این جریانات اطراف بیت آقای منتظری رو بر عهده داشته. خب این یک خبر که اینجا منعکس شده. یک نکته دیگری رو هم اضافه داره و اون اینه که آقای دوری گفت، البته اون موقع آقای دوری وزیر اطلاعات نیست، نماینده مجلس هستش و خب اطلاعات شخصی هم داره. آقای دوری گفت دو اتوبوس آدم از اصفهان آمده اند، یعنی نیروی انسانی هم برای این اقدامات، کسانی که بتونن این گونه از عملیات رو انجام بدن آوردن. خب وقتی که 100 نفر آدم رو آموزش دادن و توجیه کردن که چگونه باید برخورد بکنی، برخوردهای فیزیکی رو برای اونها مشخص کردن، از کجا میرید به کجا میرسید، در رو میشکنید، بالا میرید پایین میرید، خود 100 نفر در میان 1000 نفر یا در میان 10000 نفر میتونه سمت و سوی افراد دیگر رو و هدایت اونها رو و کنترل اونها رو هم به عهده داشته باشه و همه رو در یک جهت به پیش ببره. خب اون مرحله اول رو و مرحله دوم، اونها برخورد کردن با اونها خیلی کار دشواری نیست. حالا اهم از این که ما دفاع کنیم و بگیم برخورد کافی صورت گرفته، یا این که منتقد باشیم و بگیم برخورد کافی صورت نگرفته، یعنی اشخاصی که از بیرون نظام کار رو انجام میدن، مثل آتش زدن یک کتاب فروشی یا مثل قسم دوم مواد منفجره ای رو به اونجا یا به برخی از موارد دیگر که در این خاطرات مواردی از اونها هست، نیروهای وزارت اطلاعات بگیم خودسرانه عمل کردن. اگر اونها رو ما قابل توجیه بدانیم، ولی این نوع سوم که اقدامات کاملا سازمان یافته و تشکیلاتی هستش و بدون این که مسئولین نظام موافقت داشته باشن نیروهای وارد عمل میشن، ولی از چنان قدرتی هم برخوردار هستن که نه مورد نقد قرار میگیرن نه مورد اعتراض قرار میگیرن و به عمل اونها کاملا مشروعیت داده میشه و نظام میپذیره و درباره اونها هیچ اقدامی علیه اونها صورت نمیگیره، اینها چگونه توجیه میتواند داشته باشه و چگونه میتوان اینها رو توجیه کردش؟ در این سال 76 با توجه به این که خب دوره ماهای پایانیه ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی هست و از طرف دیگه مقارن هست با انتخابات دولت بعد، رئیس جمهور بعد، خود انتخابات یک زمینه ای رو برای فعالیت های این حرکت هایی که به عنوان انصار حزب الله گروه های تندرو هست فراهم میاره و یکی از مسائل قابل بررسی در این خاطرات همین نکته هست که در حالی که باید فضای آرامی برای انتخابات باشه و همه کسانی که قانوناً تأیید صلاحیت شده اند و می توانند رأی مردم رو داشته باشن، اینا باید بتونن از در این فضا از
انتخابات و از فضای تبلیغات استفاده کنند، مزاحمت های انتخاباتی شروع میشه برای آقای خاتمی، که این هم خودش یک پدیده نو و جدید در نظام ما هستش. خب رئیس جمهور قبل آقای هاشمی بودند با چنین مشکلی مواجه نبودند، رئیس جمهورهای پیش از ایشان هم با چنین مسئله مواجه نبودند. یک شنبه 31 فروردین آقای مهدی کروبی تلفنی از فشارهای شکایت کرد که انصار حزب الله علیه آقای سید محمد خاتمی در مشهد دارند و در جلسات سخنرانی ایشان مزاحم شدند. آقایان عطاالله مهاجرانی و غلام حسین کرباسچی هم همین شکایت را داشتند. حالا رئیس جمهور آقای هاشمی هستش و دوست داره خب انتخابات هم انتخابات خوبی برگزار بشه، ولی با این مشکل چه باید کرد؟ سه شنبه دوم اردیبهشت آقای هاشمی میگن که آقای وزیر کشور بشارتی تلفنی گفت دستور داده جلوی تعرض انصار حزب الله علیه اجتماعات انتخاباتی را بگیرن. اخیراً به اجتماعات آقای خاتمی متعرض میشوند. تازه اینا مربوط به اول اردیبهشت هستش، یک ماه قبل از انتخابات. به مرور هم هرچی که میگذره و شور انتخاباتی بیشتر میشه، اجتماعات بزرگتر هستش و معلوم میشه که آقای خاتمی از حمایت بیشتر مردمی برخوردار هست. به موازات اون البته این نوع حرکات در اعتراضات بیشتر و بیشتر میشه و بعد از دوران ریاست جمهوری ایشان هم که مسئله روشن هست و در جای خودش ما بعدن انشاءالله صحبت خواهیم کرد. حالا مطلبی که هست این هست که واقع قضیه چون این افراد، یعنی افرادی که در این قضایا و ماجراها وارد می شدن و به عنوان حزب اللهی شناخته می شدن، اینا از یک شعارهایی استفاده می کردن که شعارهای مربوط به انقلاب بود، شعارهای مربوط به نظام بود و اون چرا که انجام می دادن از عناوین مقدس استفاده می کردن. گرایشات سیاسیشون هم گرایشات سیاسی بود که همراهی با نظام و رهبری رو نشان می داد. این نتیجهش این می شد به صورت قهری که در جامعه این تلقی وجود داشته باشه که اینها نوعی انتساب به رهبری دارن، انتساب با سین، نوعی نسبت پیدا میکنن چون اون سخنان رو تکرار میکنن، چون این عکس رو بالا میبرن، چون اقداماتی رو که انجام میدن به عنوان حمایت از ایشان هستش، منویات ایشون رو میخوان محقق بکنن و در برابر کسانی می ایستند که اون افراد در تلقی عمومی جامعه مورد حمایت رهبری نیستند یا مورد انتقاد ایشان هستند. اینجا یه مشکل جدیدی اون وقت پیدا میشه و اون این هستش که این جریان نیروهای خودسر در جامعه با اقداماتی که انجام میدن به نحوی کار خودشون به نام رهبری ثبت میشه و نوشته میشه و انتساب پیدا میکنه. بعد جدیدی از قضیه هستش و آقای هاشمی این مسئله رو با رهبری مطرح میکنند که اگر ماجرای نیروهای خودسر به این شکل در جامعه ادامه پیدا کنه، اول کسی که آسیب میبینه و بیشترین آسیب متوجه او میشه خود رهبری هستش. از مواردی که در این کتاب خاطرات 76 به نظر بنده قابل توجه هست، یک صحبتی است که مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی با آقای هاشمی دارند. این صحبت رو خلاصش رو جناب آقای هاشمی در خاطرات خودشون آوردند در 29 بهمن 76 آقای طاهری خرم‌آبادی آمد. خب آقای طاهری از اساتید محترم حوزه و موجه حوزه بود و از علاقمندان به نظام و
از شخصیت‌های انقلابی و با سوابق خوب و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم بود. آقای سید حسن طاهری خرم‌آبادی آمد. خوب دقت کنید، زمان این ملاقات رو آخر بهمن 76 هستش، یعنی بعد از اینکه حالا قضایای آقای منتظری اتفاق افتاده، بعد از اینکه انتخابات دوم خرداد صورت گرفته با همه حواشی که داشته و آقای خاتمی رأی آورده و آقای ناطق رأی نیاورده و قضایای دیگه، و از اون جمله مسئله مرجعیت رهبری مطرح شده و عده مخالفت کردن. حالا توی این فضا آقای طاهری خرم‌آبادی آمدن و صحبت میکنن با آقای هاشمی. آقای سید حسن طاهری خرم‌آبادی آمد، از ضعیف شدن پایگاه رهبری اظهار نگرانی کرد. خب چرا باید در جامعه ما پایگاه رهبری تضعیف بشه؟ قهرن این به نفع نظام اسلامی نیست. این جمله را البته به عنوان توضیح من عرض کردم. از ضعیف شدن پایگاه رهبری اظهار نگرانی کرد، ولی چرا عوامل آن را اینطور شمردند؟ عوامل آن را: یک، ترویج مرجعیت ایشان، که مرجعیت به تضعیف ولایت انجامیده، ایشان در مورد شرایط ولایت و رهبریش شک و تردید نمی شد، ولی وقتی بحث مرجعیت پیدا شد تشکیک ها و مخالفت ها شروع شد. عوامل آن را ترویج مرجعیت ایشان و رفتار جامعه مدرسین در نحوه رأی‌گیری، که این حالا خودش نیاز هستش در جای دیگه مورد مطالعه قرار بگیره، که جامعه مدرسین که اطلاعیه برای مرجعیت دادن و 7 نفر رو معرفی کردن، رأی‌گیری در این مورد چگونه بوده، که یکی از اون افرادی که در این لیست 7 نفر هستن رهبری هستش. اینجا رو هم آقای طاهری خرم‌آبادی اشاره میکنه که نحوه رأی گیری هم به ضرر آقای خامنه‌ای بوده و اعلان مرجعیت ایشان در نحوه رأی گیری و اعلان مرجعیت ایشان. این دو. سه، دادگاه اصل 49 و ستاد اجرایی فرمان امام. 4، رفتار اخیر با آیت الله منتظری. 5، اقدامات سپاه و بسیج و ائمه جمعه و صدا و سیما در انتخابات، ماجرای انتخابات سال 76، دوم خرداد 76، که منجر به پیروزی آقای خاتمی شد. اقدامات این مجموعه رو هم یکی از علل و عوامل تضعیف رهبری میدانه، سپاه، بسیج، ائمه جمعه و صدا و سیما که منصوب ایشان هستند. خب حالا این 4-5 عامل هیچی، اون چرا که مورد استشهاد بنده است، آقای طاهری خرم‌آبادی یکی از این عوامل ضعیف شدن رهبری رو و نیز رفتار انصار حزب الله و بعضی از مداحان از جمله منصور عرضی میدانست. اینا رو آقای طاهری نگران هستش که رهبری در جامعه ما داره موقعیتش تضعیف میشه و یکیش کارهای انصار حزب الله انجام میدن. خب جناب آقای طاهری، خداوند شما رو رحمت کنه، انصار حزب الله چه ربطی به رهبری داره؟ توی جامعه ما چنین تلقی وجود داشته که این افراد با عکس ایشان تحت عنوان حمایت ایشان و شعارهایی که ایشون داده داره به میدان میادش، و از طرف دیگه یک تخته سریعی هم از این افراد صورت نمیگیره. خب بعد ایشون اضافه میکنه و از جمله بعضی از مداحان مثل منصور عرضی. و جالبه که آقای طاهری که خودش با رهبری نزدیک هستش و یه مدتی هم حتی عضو فقهای شورای نگهبان بودش، جالبه که از آقای هاشمی درخواست میکنه که این مسائل رو با آقای خامنه‌ای و با رهبری در میان بگذاره. به هر حال کسانی که در این جامعه مثل آقای طاهری خرم‌آبادی از انصاف و از بصیرت برخوردار بودند، توجه داشتند که
این اقداماتی که به عنوان حزب الله صورت میگیره به ضرر رهبری هستش. اتفاقا خود مرحوم آقای هاشمی هم در خاطرات خودش این نکته رو داره که من در صحبت با رهبری این مسئله رو مطرح کرده ام و گزارشی از اون صحبت رو ارائه می کند. 20 خرداد 75 ایشان این مطلب رو دارن. شب مهمان آیت الله خامنه ای بودم. گفتن از جامعه مدرسین پیغام دادن که شنیدن بین من و ایشان اختلاف است. برحال جامعه مدرسین اظهار نگرانی کردن که بین رهبری و آقای هاشمی اختلاف هستش و اونجا تلفن رو میگیرن و با آیت الله امینی صحبت میکنن که چنین مسئله ای نیست و ما کاملا هماهنگی رو داریم. حالا بعد از این ماجرا ادامه خاطرات روز 20 خرداد جالبه. سپس به ایشان گفتم، آقای هاشمی میگن به رهبری گفتم، این شایعات را دشمنان رایج میکنند ولی عمل کرده بعضی از جریانها که خودشان را منتسب به رهبری میکنند برایشان سند است. یکی از نگرانی هایی که آقای هاشمی اینجا داره همینه که دشمن ولو اینکه این شایعات رو رایج میکنه ولی اسنادی از خود ما و منسوبین به ما پیدا میکنه و حالا ایشون اشاره میکنه جریان هایی که خودشون رو منتسب به رهبری میدانند، مثل این مثال ها رو آقای هاشمی بر رهبری زدن، مثل اظهارات آقای احمد جنتی و عمل نشریه پیام دانشجو و اعمال گروه انصار حزب الله و حرف های منصور ارضی مدادی که در عزاداری رهبری هم شرکت دارد و نیز اظهارات بعضی از فرماندهان سپاه و مشخصا از تظاهرات در مقابل دفتر فائزه گفتم. این خیلی شبیه هست به اون مطلبی رو که مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی دارن ولی با یک فاصله تقریبا یک سال و نیمه، چون این در خرداد ماه 75 و او در بهمن سال 76 هستش، ولی تحلیل یکیست. جریاناتی که منتسب به رهبری هستند در اینجا موجب تضعیف رهبری و موجب الغای این که ایشان با جناب آقای هاشمی هم اختلاف دارن و بعد وقتی میشمرند آقای جنتی یکیش هست، اظهاراتی که ایشون میکنه یکیش هم کارهایی که انصار حزب الله میکنن و اینا رو منتسب به رهبری تلقی میشه و یکی هم حرفهای بیهوده‌ای که اهانت‌هایی که منصور ارضی میکرد به دلیل اینکه این مداح بیت رهبری هست، به علاوه برخی از اون چرا که فرماندهان سپاه انجام میدن. حالا من الان در مورد موارد دیگرش فعلا صحبتی ندارم، شاید در ادامه این جلسات و مباحث به اونها هم بپردازیم، ولی اون نکته‌ای که اینجا هست اینه که در اینجا آقای هاشمی متذکر میشن که اینها خودشون رو منتسب به رهبری میکنند، گروه انصار حزب الله. ادامه گزارش آقای هاشمی اینه ایشان هم این نظر را پذیرفتند، قرار شد علاج کنیم. یعنی این گروه های تندرویی که یا خودسری که هستن و خودشون رو منتسب به رهبری میدونن و علاجی برای این مسئله باید پیدا بشه. این مسئله در نظام ما یک ضلع دیگری پیدا میکنه. یعنی مرحله اول این بود که یه افرادی هستن خودسرن، یه مرحله این هستش که حالا اینا به شکل سازمان یافته عمل میکنن، یه مرحله این هستش که این گروه های سازمان یافته و تشکیلاتی که نهادهایی از اونها حمایت میکنن کارشون در جامعه رسمیت پیدا میکنه، تثبیت میشه و حالا یه مرحله دیگه این هستش که اینها به رهبری هم انتصاب پیدا میکنه و این نسبت موجب تضعیف برای رهبری میشه و به ضرر نظام خواهد بودش. باید این مشکل رو حل کردش. خب حالا چه میشود در اینجا انجام داد؟ آیا واقعا
این امکان وجود نداره، یعنی نظام از چنین قدرت و اقتداری برخوردار نیست که بتواند جلوی مزاحمت‌های نیروهای خودسر رو بگیره. چرا نظام از چنین قدرتی برخوردار نیست؟ در حالی که ما در موارد مشابه دیدیم که مسائل بسیار پیچیده‌تر، سخت‌تر رو از عهده حلش برآمده و قدرت خودش رو در حل این معضلات نشان داده. چه مشکلی اینجا وجود داره؟ نتواند در برابر نیروهای خودسر اقدام بکنه. خب کافی است نهادهای مربوطه در این زمینه مشغول عمل بشن. مثلا وقتی که نیروهای خودسر اقدام میکنن، در مقابل اونها نیروهای انتظامی بیان عمل بکنن، کار بکنن و جلوی اونها رو بگیرن. اگر در چند مورد نیروهای انتظامی به وظیفه خودشان به درستی عمل بکنن، قهرن دیگه نیروهای خودسر که خودشون رو حزب اللهی میدونن آرام آرام عقب نشینی میکنن و ببینن کارشون در نظام با مخالفت و مقابله مواجه میشه و حامی ندارن و پراکنده میشن یا حداقل مزاحمت های اونها کاهش پیدا میکنه. آن نیروی انتظامی نمیتونه این کار رو بکنه؟ چه مشکلی در نیروی انتظامی وجود داره؟ اینجا من یک جمله از خاطرات آقای هاشمی رو که مربوط به شنبه 19 خرداد 75 هست رو میخوانم. آقای رضا سیف اللهی فرمانده ناجا یعنی نیروی انتظامی آمد. گزارش مبارزه با قاچاق و کارهای امنیتی را داد. خب حالا این قسمت ها مربوط به بحث ما نیست، ولی فرمانده ناجا آمده و از حفاظت اطلاعات ناجا و وزیر کشور در خصوص ضعف برخورد با قانون شکنی های گروه فشار شکایت دارد. پس معلوم میشه که یه مشکلاتی در داخل سیستم وجود داره که فرمانده ناجا هم دست خودش رو بسته میبینه و میبینه که در برابر قانون شکنها نمیتواند آنگونه که بایسته است از برخورد و از اقتدار خودش استفاده بکنه. در خصوص ضعف برخورد با قانون شکنی های گروه فشار شکایت میکنه از کی؟ از اطلاعات ناجا و از وزیر کشور. مگه وزیر کشور آقای هاشمی نیست؟ مگه تحت امر و دستور ایشان نیست؟ این یه سوال. سوال دوم این استش، حفاظت اطلاعات ناجا مگه تحت امر و فرمان فرمانده ناجا نیست؟ پس چگونه از ضعف برخورد آنها فرمانده نیروی انتظامی شکایت داره؟ این ما رو به یه مشکل دیگری در نظام میرسانه که درباره او باید مستقلن بحث کرد و اون مسئله بسیار مهمی است. و اون اینه که بسیاری از مدیران ارشد در نظام ما، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه انتظامی و اطلاعاتی، اینها وابسته به جریانات مختلف و وابسته به مراکز قدرت مختلف هستند. رئیس جمهور بر همه اینها به نحو کامل نمیتواند اعمال قدرت بکنه. در همین خاطرات هست، گاه در جلسات دیگر هم من اشاره کرده ام، مثلا وزیر اطلاعات که آقای هاشمی است، فلاحیان، یعنی عضو کابینه هستش و آقای هاشمی که ریاست هیئت دولت رو بر عهده داره باید ریاست بر این وزارتخانه هم داشته باشه. این وزارتخانه هم در نظر دولت هستش مثل بقیه وزارتخانه ها،
ولی خب آقای هاشمی در خاطرات خودش اشاره میکنه که میخواد این وزیر رو برداره ولی به او اجازه داده نمیشود. این نوعی ناهماهنگی در نهادهای مختلف که یکی خودش رو تحت حمایت رئیس جمهور میبیند، یکی خودش رو تحت حمایت جای دیگری میبینه و چون پشتش گرمه لذا میتونه برخلاف نظر رئیس جمهور عمل بکنه، در برابر رئیس جمهور بایسته و با او هماهنگ نباشه، چون میگه من با جای دیگر هماهنگ هستم. فرمانده نیروی انتظامی از اینکه معاونت حفاظت اطلاعات ناجا با او در این زمینه با قدرت عمل نمیکنه شکایت در اینجا داره، لذا وقتی که بخواد کاری انجام بگیره در نهایت نیازمند هستش به این که اقدامی اگر صورت میگیره اقدامی باشه که رهبری ورود پیدا بکنه. این ادامه مربوط به دو سه روز بعد هست. شب یک شنبه 27 خرداد شب مهمان آیت الله خامنه ای بودم. بعد صحبت های مطرح میشه در مورد دانشگاه، بعد در مورد مذاکره با آلمان و بعد برخی از تخلفات وزارت اطلاعات تا به اینجا میرسه. ایشان خبر دادن که در مورد مسئله اعلان تظاهرات مقابل دفتر فائزه و گزارش مربوط به اهانت بعضی از افراد سپاه دستور پیگیری به حفاظت اطلاعات داده اند. ببینید به هر حال این حفاظت اطلاعات از کی دستور و فرمان میگیره؟ اونجایی که دستور و فرمان باشه اطاعت میکنه، اونجایی که دستور و فرمان نباشه قهرن او هم اطاعت نمیکنه. مواردی که دستور هستش، حالا بعد از اینکه این دستور به نتیجه برسه، بعد ابلاغ بشه، اجرا بشه، اونها مراحل دیگری است که محل بحث ما نیست. ولی چه کسی باید دستور پیگیری به حفاظت اطلاعات رو بده؟ آیا رئیس جمهور دارای چنین قدرتی هست؟ دارای چنین جایگاهی هستش؟ نه، او دارای چنین جایگاهی نیست و به همین دلیل هستش که افرادی میتونن از این تعدد مراکز تصمیم گیری استفاده بکنن و با توجه به این تعدد مزاحمت هایی رو ایجاد بکنن. آقای هاشمی با رئیس قوه قضاییه در این باب صحبت و مذاکره میکنه، یعنی نسبت به همین نیروهای خودسر. ولی آیا واقعا رئیس قوه قضاییه از چنین قدرتی برخورداره که بتواند مقابل این نیروهای خودسر رو بگیره و با اونها مقابله بکنه؟ پونزدهم خرداد رو در سال 75 ایشان داره که آقای یزدی آمدن در مورد قوه قضاییه صحبت کردیم و اینکه در کار قضا نباید سیاسی کاری بشه. بعد اضافه کردن آقای یزدی مشکلاتی دارن درباره انتخابات و موضع‌گیری های یک طرفه که برخی داشتن و عدم توجه به تخلفات صدا و سیما و سپاه و فشار آوردن روی تخلفات رهبری بحث شد. حالا اونها محل صحبت ما نیست. آقای یزدی قبول دارند و از من استمداد کرد که از طریق آیت الله خامنه ای خودسری های گروه انصار حزب الله را کنترل کنیم. ما ساختار نظاممون اینجوریه که بالاترین مقام قضایی کشور که در رأس دستگاه قضایی هستش از این که بتواند در مقابل جریانات خودسر که اقدامات خودسرانه ای در جامعه انجام میدن و اقداماتشون جرمه، یعنی وقتی میرن کتاب فروشی رو آتش میزنن مرتکب جرم میشن و همینطور اقدامات دیگه، اهانت هایی که به اشخاص میکنن، تجمعات غیر قانونی که دارن، خب قوه قضاییه آیا نمیتونه با اینها برخورد بکنه؟
آیا از نظر قانونی محدودیتی برای برخورد او وجود داره؟ چرا دستش بسته است؟ ما اونها رو متهم نمی کنیم به اینکه حامی هستند. نه، ظاهر قضیه اینه که آقای یزدی هم در اینجا شاکیه، نه حامی، و رضایت نداره. خب چرا اقدام نمی کنه؟ آیا از نظر قانونی محدودیتی برای کار قوه قضاییه وجود داره؟ نه، این مشکل نیست. آقای یزدی میگن که از طریق آیت الله خامنه ای باید خودسری های گروه انصار حزب الله رو کنترل بکنی. یعنی اینا یه افرادی هستن که اگه رهبری به اونها دستوری بده اونها تمکین میکنن و با استفاده کردن از حمایت رهبری ما میتوانیم این جریان رو از کنم کنترل بکنیم با اقداماتی که ایشان دارن و بتوانیم استفاده بکنیم. اما این که افراد دیگه بتوانن حتی از جایگاه قانونی خودشون اقتدارشون استفاده بکنن، برای اونها چنین چیزی به سهولت و راحتی امکان پذیر نیست. به نظر من همه این ماجراهایی که در اینجا امروز اشاره کردم نشان دهنده این هست که در ساختار این سیستم یک نقاط ضعفی وجود داره که یک جریاناتی مثل جریانات گروه های خودسر می تواند ظهور و بروز بکنه، مثل قارچ بیرون بیادش، و بعد نهادهای مختلف هم در برخورد با نیروهای خودسر اظهار عجز و ناتوانی بکنند، چه اونهایی که در جامعه به این گروه شناخته میشن و چه اونهایی که در نهادهای دولتی، غیر دولتی، نظامی، انتظامی، اطلاعات، که نمونه هایی از اونها رو برای شما اشاره کردم. به هر حال همونطور که مرحوم طاهری خرم‌آبادی آورده بودن و آقای هاشمی هم با رهبری در میان گذاشته بودن، مشکل این هست یک انتساب پیدا میشه به یک مقام عالی رتبه در نظام و بر اساس این انتصاب دست اونها باز میشه و برخورد کردن با اونها کار سخت و دشواری میشه و تنها کسی که میتونه اینها رو کنترل بکنه اینه که خود رهبری به میدان بیادش و اجازه نده. آیا ما نمیتونیم این مشکل رو در رده های دیگه حل بکنیم که نیازی نباشه رهبری جامعه اسلامی در تک تک این مسائل کوچک و خرد ورود پیدا کنه و دستور بخواد بده که مثلا در نسبت به همونطوری که خوندم الان اشاره کردم، نسبت به ماجرای فائزه ایشون دستور بدن که شما پیگیری بکنی؟ چرا جامعه ما باید چنین وضعی داشته باشه؟ نظام ما چنین وضعی داشته باشه؟ مگر امکان این نیست که نهادهای دیگه بر حسب انجام وظایف خودشون بتوانن به این شکایت ها رسیدگی بکنن و جلوی نیروهای خودسر رو بگیرن تا تضعیفی برای رهبری هم نباشه، انتصاب به رهبری هم پیدا نکنه، خطاهای اونها هم به گردن به پای رهبری نوشته نشه، مقابله با اونها هم نیازمند به اقدام مستقیم رهبری در این گونه موارد نباشه. به نظر بنده اینها یکی از مواردی است که نیازمند به بررسی هست و نظام باید در این زمینه ساختار خودش رو مورد بازی قرار بده. صحبت امروز ما به درازا انجامید و طول کشید، ولی با توجه به پیوستگی که در این مطالب لازم بود، قهرن چاره ای جز این نبود که این بحث رو در اینجا ولو با زمان بیشتر ادامه بدیم. دوستانی که در گوش کردن خسته میشن میتونن طی دو مرحله این بحث رو دنبال بکنن تا برای اونها زیاد خسته کننده و آزاردهنده نباشه. به هر حال از این جهت از همه عزیزانی که موجب خستگی اونها شدم من عذرخواهی میکنم. بد نیست که صحبت خودم رو به پایان برسانم با یکی دو نکته دیگر. وقتی که بحث از منشأ و زمینه‌های نیروهای خودسر می‌کنیم، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رو نباید نادیده بگیریم. شما در برخی از همین موارد اشاره کردم
که برخورد فیزیکی وقتی در یک اجتماعی صورت میگیره، یک تجمعی رو، یک کلاس درسی رو، یک سخنرانی رو، یک میتینگی رو به هم میزنن، باید دید اول چه زمینه های اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده که عده‌ای احساس میکنن برای حمایت از برخی از شعارها و برای حمایت از برخی از آرمانها لازم هست این تجمع رو به هم بزنن، یا این فرد رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، یا اینکه یک شخصی رو اساسا ترور بکنن. به نظر بنده یکی از مشکلات ما همون بحثی است که در جلسه قبل اشاره کردم. ما وقتی اهداف و آرمانها و شعارهای انقلاب رو مطرح میکنیم، باید دقیقا اینها رو تعریف بکنیم که این قابلیت سوء استفاده درش نباشه. فضاسازی رسانه ها، برخی از مطبوعات، گاه صدا و سیما و رسانه های دیگه میتونه زمینه های برای حرکت ها و اقدامات این گونه از گروه های خودسر رو فراهم بیاورد. ضعف در مراکز تصمیم گیری، تعدد در مراکز تصمیم گیری، عدم تقسیم کار میتونه این مشکل رو حل بکنه. ولی یه مسئله دیگر هم هست که یک مانع جدی برای حل این مشکل هستش، و اون نکته این هست که بر اساس یک تحلیل، چون نظام ما پشتوانه مردمی داره و میخواد این پشتوانه مردمی خودش رو حفظ بکنه، لذا از در برابر حرکت‌های خودسرانه به سختی حاضر میشه وارد مقابله بشه و با اونها مقابله بکنه، چون فکر میکنه که اینا حرکت‌های مردمی است و ما باید حرکت‌های مردمی رو حفظ بکنیم، و اینها نیروهای خودجوش هستن، انسان‌های پاک هستن، انسان‌های معتقد هستن، انسان‌های علاقمند به نظام و انقلاب هستن، و اگر ما با اینها برخورد بکنیم و اونها رو تخطئه بکنیم و به صورت جدی دست اونها رو ببندیم، این موجب این میشه که ما پشتوانه مردمی خودمون رو از دست بدیم، یعنی نظام پشتوانه مردمی خودش رو از دست بده. لذا ما با یک مانع دیگری هم که مانع اجتماعی هست در اینجا مواجه هستیم، یعنی غیر از اون زمینه‌های فرهنگی، غیر از اون ضعفی که در برخی از نهادها وجود داره، غیر از ناهماهنگی ها، یه علت دیگر هم هست و اون اینه که ما این حرکت های که اتفاق میفته اینها رو حرکت مردمی میدونیم. اولا تخطئه کردن اینها رو تخطئه یک جریان مردمی حامی انقلاب میدونیم، ثانیا و این تخطئه جریان حامی انقلاب اگر در برخی از موارد برخی از کارهای اونها رو نپذیریم و تخطئه بکنیم، موجب این میشه که این افراد کم کم ضعیف بشن در مقابل جریان های دیگه، در برابر جریان های بی تفاوت، در برابر جریان های ضد انقلاب، و ما اگر روزی به این نیرو احتیاج داشته باشیم که اینها به صحنه بیان و حمایت از نظام بکنن، دیگه اونها رو از دست خواهیم داد. این هم یه تحلیلی است که منشأ میشه برای اینکه ما نتوانیم جلوی نیروهای خودسر و اقدامات اونها رو بگیریم. متاسفانه این تحلیل هم کم و بیش وجود داره. خب دیدید در همون ماجرای آقای منتظری برای شما خواندم الان که از یک طرف نیروی مردمی هست، مردمی که آمدن منتقد هستن از آقای منتظری و حمایت از رهبری میکنند، بسیار خوب، ولی همین مردم توسط گروهی خاص از نیروهای نظامی یا اطلاعاتی یا غیره مدیریت میشند. اونها اتوبوس از اصفهان میارند اینجا قاطی مردم، و اینا اهدافی رو که خودشون دارن و اصلا مورد توجه مردم هم نیست و نمیخواستن و دولت هم نمیخواسته، اون اهداف رو محقق میکنند، و بعدش این هستش که مردم این کار رو انجام دادن. اون نیروهایی رو که آوردن در بین مردم، اونها مورد محاسبه قرار نمیگیره، میگن جمعیت جمعیت مردمی هستش و مردم در اینجا بودن و حمایت کردن. و خب واقع قضیه این هستش که باید مطالعه کرد که این
که گفته می شود مردم مقصود چیه؟ بله مردم حامی نظام هستند، ولی آیا این به معنای این هستش که هر اجتماعی که اتفاق می افته، هر تجمعی که صورت می گیره و تظاهراتی که هستش، شعاری که می دن، اینا رو میشه ما به عنوان یک اجتماع مردمی تلقی بکنیم و طبیعی تلقی بکنیم، یا چه بسا برخی از این اجتماعاتی هستش که سازماندهی شده هستش، مدیریت شده هستش و افرادی از بیرون این اجتماعات رو هدایت میکنند و مدیریت میکنند و بعد به نام مردم هم شناخته میشه. این مواردی در خاطرات جناب آقای هاشمی هست که نشون میده که ما متاسفانه از نام مردم و از حضور مردم هم گاه سوء استفاده میکنیم. بد نیست در اینجا من یک نمونه رو برای شما عرض بکنم، نمونه ای که نمونه جالبی هم هستش. 15 مهر 76، زمان رو توجه داشته باشید، اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، تازه دولت جدید شکل گرفته. آقای احمدی نژاد در اون زمان همچنان استاندار اردبیل هستند و سفری رئیس جمهور به اردبیل داره. حالا این گزارش رو توجه کنید. آقای محمود احمدی نژاد استاندار اردبیل آمد، گزارش وضع آنجا را داد، گفت وزیر کشور به جای او آقای سید محمود مهرلوی را به دولت پیشنهاد کرده است. حالا اینا هیچی، یعنی به هر حال بنا بوده دیگه استاندار تغییر پیدا بکنه. گفت در اردبیل استقبال خوبی از آقای خاتمی رئیس جمهور نشده است. عده کمی در خیابان ها بودند و در ورزشگاه جمعیت کمی آمدند. این هم غیر طبیعی نیست. یعنی این یک نقطه ضعفی نیست در یه شهری واقعا رئیس جمهور پایگاهش ضعیف باشه، مردم انتقاد داشته باشن، به استقبال یک مسئولی نیان، اینا از بحث ما خارجه، اهمیتی هم نداره. ولی اونی که مهمه این بعد قضیه هست که میگه عده کمی در خیابان ها بودن، در ورزشگاه هم جمعیت کمی آمدن، ناچار شدیم از مدارس و ادارات بیاوریم تا آن را پر کنیم. این یه آفت برای نظام که وقتی یک جایی مردم نیستن یا مردم کمن، حالا با فرض اینکه این گزارش البته گزارش واقعی هستش، مناقشه در این جهاتش منده نمیخوام بکنم، فرض برای اینه که این گزارش گزارش درستی است، مردم نیامدن، بسیار وقتی مردم نیامدن باید دیده بشه نیامدن مردم، مسئولین باید ببینن که مردم نیامدند، صدا و سیما باید نشان بده که مردم نیامدن. ولی ما یک تفسیری داریم و اون هستش که خب این که مردم نیامدن اگر دیده بشه، اگر در تصویر بیاد، این موجب تضعیف نظام هستش، این موجب تضعیف مسئولین هستش و عوارضی داره، پس ما باید این نیامدن مردم رو، این خالی بودن ورزشگاه رو، ما اینو باید پر کنیم. بعد از اینکه پر کردیم یه مرحله است، بعدش میگیم چی؟ میگیم ببینید مردم چجوری اومدن، چجوری استقبال کردن. این یک نوعی از فساده. جملات گزارش آقای احمدی نژاد اینه: عده کمی آمده بودن، ناچار شدیم از مدارس و ادارات بیاوریم تا آن را پر کنیم، و چون مردم پلاکاردهای محدود نصب کرده بودن تو خیابون‌ها، پلاکاردهایی رو که برای استقبال از رئیس جمهور بودش، ایشون میگه پلاکاردها پلاکاردهای کمی بودش، چون کم مردم نصب کردن، ناچار شدیم توسط شهرداری پلاکارد به نام‌های متفرقه درست کنیم. خب پس باید مسئولین ما در رده‌های بالا اینو متوجه باشن، وقتی پلاکارد زیاد تو خیابونا برای استقبال اونا هسته، شاید این پلاکارد ها که
که امضاهای مختلف داره همش در یک جا و توسط یک شخص یا یک نهاد تهیه شده به نام افراد مختلفی و نهادهای مختلف و گروه های مختلف که اصلا مال کسی نیست. پلاکارد رو هم خود دولت زده برای خودشون، برای مسئولین زدن. گفت به خواست وزارت کشور خبرها غیر واقعی، خبرهای غیر واقعی دادن. جمعیت رو ایشون گفته که ما خودمون آوردیم از مدارس و از ادارات پر کردیم، پلاکاردها رو هم در خیابانها ما خودمون به نام افراد مختلف زدیم. خب حالا اینجا یه مسئله است و اون اینه که پس اینی که اجتماعی هستش و شوری وجود داره، آیا به سهولت و راحتی ما میتونیم بگیم این اجتماع مردمیه؟ از کجا اینو میشه تشخیص داد؟ اون اتوبوس هایی رو که آقای دوری گفتن در قضیه اشغال بیت آیت الله منتظری از اصفهان آمده بود، اون چی میشه پس؟ آیا ما میتونیم بگیم اینا مردمی هستش؟ یا اینجا مردم ابزار قرار میگیرن برای افراد دیگه؟ یا مقصود از مردم اصلا یه گروه های خاصی هن که در یک جاهای سازماندهی میشن و برای اهدافی با مدیریتی که وجود داره آورده میشن و بعد گفته میشه که اجتماعات مردمی رو ببینید؟ اتفاقا یکی از نکاتی که در خاطرات آقای هاشمی هست همین نکته هستش که اجتماعاتی رو که مردم آمدن واقعا این اجتماعات خودجوشه، این تعبیر رو که به کار میبریم، واقعا این اجتماعات اجتماعات خودجوشی هستش یا نه ظاهرش این هستش اینها اجتماعات خودجوشی است اما در واقع اینها هدایت شده هستش و مربوط به گروه های خاصی می باشد. از نکاتی است که در خاطرات آقای هاشمی در برخی از موارد آمده. بد نیست من یک مورد رو در اینجا عرض کنم و بحث خودم رو خاتمه بدم. در همین خاطرات سال 50 و ببخشید در خاطرات سال 76 بعد از ماجرای آقای منتظری و سخنرانی انتقادی ایشون و بعد از اینکه در قم تظاهرات شد و همین تظاهرات منشأ برای تظاهرات و اعتراضات در شهرهای دیگر هم بودش، در اینجا آقای هاشمی یک گزارشی از یک جلسه با رهبری دارند، دوم آذر 76 22 رجب. خب سخنرانی آقای منتظری 13 رجب هستش، این یک هفته بعد از اون سخنرانی است. در این فاصله یک هفته البته اعتراضاتی بوده قم و بعد از قم هم در شهرهای مختلف تجمعاتی بوده. تردیدی نیست که مردم، بسیاری از مردم برای حمایت از نظام در این تجمعات شرکت میکنن، اما همه اینها رو میشه اجتماعات طبیعی و عادی و با انگیزه های شخصی تلقی کرد یا در کنارش مثل همون قصه اتوبوس هم از جای دیگر وارد میشه و اضافه میشه و هدایت میشه. نگاه کنید آقای هاشمی اینطور می نویسن: شب مهمان رهبری بودم، سرماخوردگی دارن، درباره راه های خونسا کردن سمپاشی های اخیر، منظورشون از سمپاشی ها این اقداماتی است که علیه رهبری صورت می گرفته و سخنرانی ایشان در چهارشنبه و خطبه جمعه آینده مذاکره شد. از حمایت های مردمی خیلی راضی اند. تا اینجاش حرفی نیست، یک جمله‌شون اضافه کرده و یه اشاره‌ای در این اضافه هست با اون اینه که از حمایت‌های مردمی راضی‌اند و فکر می‌کنند که خودجوش است. فکر می‌کنند که خودجوش است. حمایت مردمی خودجوش در کشور ما وجود داره، البته به شکل گسترده وجود داره، ولی باید بپذیریم که همه حمایت‌ها حمایت‌های مردمی خودجوش نیست. آقای احمدی نژاد گفت که من
سالن استادیوم رو برای رئیس جمهور با آوردن کارمندان ادارات و دانش آموزان پر کردم. این اتفاق هم میفته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.